من مایل به شکوفتن دارد. عروسم پیرهنی تویونه و بر کرد و به ابروان چشمونی خود سرما می کشد. پدر، عشق چیست؟ من به استقبال اون چگونه آماده باشم؟ نمیشه در حروس بودم، از اون میگریختم، چونکه عشق و مرگ در سفر همیشه یک جای آنها جدا نمیشوند، مثل چوپان و رمه. چوپانی محبت خودی مرگ است، آنچنان که پلنگی برفی پاده نخچیران رو، بزهای کوهی رو خزیده خزیده نگهبان می کند. جام شده یک لیه قیصه رو گوش میکنه بیاید. ششتن آنها هنر پیشگان سیار بودند، در توی سور می سرایدند و می رکسیدند. تو هیچ چشمانت رو از مردان زیبا نکندید؟ خطا میکنی دوستم، چشم آنها از من کنده نمیشوند. تو به مثل آبشار که از کوه فرود میآید مانندی، زیر هر یک سنگ مروار پیچ تاب میخوری. این تر نگو دوستم. من از رشک سوختم. تنها مرد میتواند ما رو از این کار خلاص یابد. بیمور بی‌وفا، بیمیر.
محبت آمد و عالم دگر شد، محبت آمد و عالم دگر شد، گل باغ بهار جلوه‌گر شد، گل باغ بهار جلوه‌گر شد، موج دریا به آتش سوگند میخورم، به رسم زردشتیان قدیم، ساکنان همین کوه ساران که تو را تا دم مرگ دوست خواهم داشت. اما کسی که این سوگند را میشکند بگذار بزیر این تنگنا فرو دارد، بزیر زمین که از آن جایی تا حال کسی برنگشته است، حتی ماهی. اگر براید هم بگذار جسمی رو کرگسون پورا پورا کرده فرو برن، سوگند میخورم، سوگند میخورم، سوگند میخورم، سوگند میخورم عزیز من. سوگند میخورم. مستی مستم میدانیانه، مستی مستم I'm not afraid.
سلام میشی و خدا عروس تو سلام عروس سلام میشی و دور عروس تو بر عروس برکتی دیدار رسول خدا طلبت مقصودت مرادت حاجتت علی سیامیت براوردی خیر گرداند عروسی با قدم شود به چهره زیبای تو رشک بطان آذری هرچند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری افاق را گردیدم مهر بتان ورزیدم بسیار خوبان دیدم کی لبام از شما مهتابی شبم با شما یار بازو بندم را بده بازو بندم را بده بازو بندو گوش بارو گلو بندم را بده بازو بندو گوش بارو گلو بندم را بده کی لباد نصیبم باشی تو اگر حبیبم یار بازو بندت و من است بازو بندت و من است بازو بندو گوش بارو گلو بندت و من است بازو بندو گوش بارو گلو بندت و من است غزل خوانی تویم عاشقی روی تویم یاری 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 غزل خوانی تویم رحمت رئیس حاضر سخن به رئیس کلخوز محترم رفیق تعریف خواجه افتاده می شود میندارم دوستان دوستان عزیز ما امروز زیر آسمانی به حدود سر این دسترخوانی خوردک که تویانه نشسته نوخانداران عزیز را تبریک و تهنیت میگوییم هم از نام اهل کلخوز خاصه از نام خود زایر سیدویچ فخریدینوف
و هم با سپارش کلان شونده های دخل دار به شما انا همین گوسفندی را که دنبهش در ناحیه حتی در تمام عالم کلانترین است تحفه میکنیم. چرا گوسفند؟ به همین نیت که حیات شما در آینده نوخانداران عزیز مثل دنبه همین گوسفند بای و فراوان و پهن و جنبان جنبان باشد. مبارک باشد. شکری بود لالا لالا گل لالا الا ای نازنینی گل زارم انی سمونی سو شبهای دارم و یک جلوه را بودی از بری من دوام و طاقت و صبر و قرارم لالا لالا گل لالا دوام و طاقت و صبر و قرارم لالا لالا گل لالا چی خوش آغوش خود را باز کردی نسیم صبح در گوشه شکوفت ز رخسار سخن آغاز کردی لالا لالا گل لالا ز رخسار سخن آغاز کردی لالا لالا گل لالا
درخت به هزار رسیده است. عمر انسان همگی 100 سال است. معلوم شود که پروردگار درختان را نسبت به انسان بیشتر دوست می دارد. پروردگار هر انسان را مثل کیهان دوست می دارد. از این رو نمی گذارد که وی تا پیری عمری پر از عذاب و مشقت را گذراند. سلام علیکم. و علیکم. کجا روانه ای شمسی عالمگیر؟ اما برگوی افتخار خلق ما، مهری کجاست؟ وقتی رقص موزونش هم اشول خواندنهایش دردانه های عشق بر رخساره های ما جاری می شد. مثل قطره های باران در بیابان ها عشق همون باران است در بیابان. عشق همون سموم است در بیابان. پیغمبرمون فرموده در این عالم چون مسافر باید زیست. به چیزی باید دل نبست. من با مهری خود در این عالم سرگردانم. بچه ها، شمسی سازنده. شمسی سازنده، ما شما را شناختیم. شمسی سازنده، فرش موتان های. مهری مو در کجاست؟ بله بله، مهری مو کجاست؟ مهری مو کجا شد؟
مهری، همه تو رو میشناسند، دوست میدارند، اما تو سوگند شکستی.
ایو شوهری عزیزی من، چرا تو مرا در خوابم کشتی؟ من که تو را انتظار بودم، اما بجای تو کردت آمد. تو نه تنها مرا، بلکه خودت را نیز قتل کردی. دیوان برایت میسوزم. مهری، میسوزم. تو پس از مرگ هم مونیس و همدم من هستی. تنها تو را دوست میدارم. همه چیزی اطراف چهره تو را بیاد میارند. بیشتر از هرچی که هست. پس مانت شدم مهری. ده روز شد در خیال تو میسوزم. در همانجا باید مجسمه جای گیرد. در آن همون خمگش جای گیر میکرد. در نزدیکی آن یک باغچه نو بنیاد کرده، گلهای رنگ و رنگ میشنو. پیکره پولادی باید در آمدگاه کلخاد را آرا دهد و هر شخصی وارد شده را باید استقبال گیرد. در انتخاب رنگ باید خطا نکنی. برو ریکار. رفیق تعریف خواجایف، خواهش میکنم با من یاری دهید. حکمی من را به حکم عالی عذیت ابدی محکوم سازید. من گناه عظیمی صادر کردم. شما طلب دارید؟ من از رشک زنم را کشتم. با من یاری دهید. آیا هست در عالم مردی که زنی خود را کشتن نخواهد؟ خصوصا اگر زن پیر باشد. جنگ میانی مرد و زن ابدیست. علامه فرید در این باره نوشته بود. من میخواهم با زنم بپیوندم. ابدی. وای مرا در زیر زمین اندرونی خون در حوض یخاب انتظار است. خیلی پزمانه شدم، اما جزایی که برای گناهایم در روی زمین تعیین کردن کافی نیست. گناهی من عظیم. در آن جایهای بلندتر گناهم بزرگ است. خرشو، اول تو باید به وطن فایده بیاوری و بعد از آن تو از دوزخ روی زمینی میگذری. ما تو رو به کوهی اوران میفرستیم. برای مملکت بمبای اتمی ضرور. در عکس حال ما همه هلاک خواهیم گشت. برای آدم کشی با تو 10 سال حبس مقرر میکنیم. لیکن تو خورسند شو. در آن جایها از 3 سال زیاد زنده نمیمانند. تو معشوقت را در زیر زمین در دوزخ میخوری.
خانهش رو پوشته است؟ 10 سال. بفقط بالکن بکن، کمک کنید. همان کاری از همه وزنین رو دهید. تو چی؟ 10 سال در اینجا کار وزنین کردنی؟ ای پسرم، میدونی که در اینجا از 3 سال زیاد عمر نمی بینم. اینجا بیا، به نزدیک این موی سرت میریزد، کل میشوی. انا سرت مثل همی سنگ ها میشود. رادیاتسیا پسرم. یک به 4 طرفت نگاه کن، مردم دهه همه مردن، لیکن برای وطن بمبای اتمی لازم است، برنی تاجیک لازم است. تو اول برای وطن خدمت کن، بعد میروی از قفای آنهایی که رفتند. ای عموما تو درباره عمر خیام چیزی میدونی یا نه؟ ای خدا، از آمدن و رفتن ما سوده کن، بس تار امید عمر ما بوده کن. چندین سر و پای نازنینان جهان می سوزد و خاک می شود، دوده کن. گویا عمر خیام این را برای ما و شما گفته است، برای انمی شخطه های ما. برای دورو
بندم رو بیده بازو بندم رو بیده بازو بندو گوشوارو گلو بندم رو بیده بازو بندو گوشوارو گلو بندم رو بیده تو با کدوم گلو محبوسی؟ اوران تاجیک بسیسر را حمایت کرد و اوران بره در هر یک ملک باید یک نفر اخگو باشه و آن انسان مثل دانه تخمیست باید در زیر خاک بخسبد و من آن چنانم زیر خاک
اوه، من در این مجرای زیر زمین ابداً روز شدم، گم شدم، موندم. اینجا سرنم است و صدایم خراب گشت، ولی من هنوز تو را دوست دارم. بیگو، تو خودت را چرا فدا کردی؟ چرا کشتی؟ دلم به خودم نی، به تو می سوزد. 10 سال می شود که من اندرون زمین در همین کانهای معدندار از رویل زنده به زنده می سوختم. خاکستر شدم، کور شدم، آب و عدو گشتم. اینجا از مخفخانه هم بدتر است، زیرا ما از قهر مازن طبیعت اورنگ کنده بیرون می آوردیم، تا که از اون بمبای اتمی، یعنی سلاح مرگ را سازند. من تو را کشتم و به اختیار به مرگ هزاران نفر آدمان سبب گارم. ای معشوق عزیزی من، ذره تأسف نکرده در جنگ ها هزاران آدمان را از جان محروم می سازند، هرچند تنها الله می تواند جان ستاند. اما تو از گناهی کردهت آمرزش خواسته ای. زنده بمان و روح خود را پاکیزه نگاه دار. تو هنوز عمر زمینیت را تای نکرده ای. ولی من تو را پزمان شدم مهری، خیلی زیاد. 10 سال شد پزمانم. شمس، آماده باش، لش و لوشت را گیر. الکای 10 سال گذشت. تو زنده‌ای؟ ما
من نمی بویست بمیرم. مهری مرا آنجا انتظار است. گپم درست؟ انتظاری؟ گوش کن، من همه اینجا رو شخصی کردم، یا همراه کار میکنم. تو علاقه گناهت رو شستایی. نه، گناهی آدم کشی رو در زمین نمیتوان شستن. من مهری رو خیلی پزمان شدم، خیلی و خیلی پزمان شدم. 10 سال است پزمانش هستم. شمس مهری آمده، نوری واپسین روزگاران، غنچه های نوشکفته امید و آرمان. من چقدر شمای پزمان شدم. اصلا کوی داداش شیرین، کوی داداش چرا دیر آمده؟ کجا بود؟ Thank you.
پس از صد سال از شمار آنهایی که حالا در روی زمین نفس میگیرند، عشق میبرزند، امید و آرزو میپرورند و ترانه میخوانند، نفری هم نخواهد ماند. اما خاطره شمس و مهری از یادها نمیزداید، عشق نمیمیرد، جاودان نیست.